سلام عرض میکنم به بینندگان، شنوندگان، مخلصان، نیازمندانی که به خدمت رسانی های مرکز طبی نسل ضرورت دارند، احتیاج دارند و در پی همون سلسله برنامه هایی که ما تشکیل کردیم برای شما و در اساس سوالاتی که در دوام هفته شما برای ما مطرح میکنید و من کوشش میکنم که همین به یک فرهنگ مبدل شود و در دوام هر هفته ما در روز شنبه با 3-4-5 سوالی که شما برای ما پیشنهاد میکنین برای شما جواب پیشنهاد کنیم، جواب اختصاصمندانه. و در دوام هفته برای ما دو سوالی دیگر وارد شده است. سلام دکتر عزیز، لطفا میگفتید در مرکز طبی نسل و غیر از برنامه های تکنولوژی یا رسان ریپرودکتیو و برنامه های اکو باز چی نمودی تابعات رو شما پیشنهاد مردم میگردونید؟ واقعا در بسیار موارد من میشنوم و میفهمم و من میگویم که شمسیدین شما در مرکز طبی نسل که یک مرکز اختصاصی است بسیار یک سمت فعالیت مشخص را پیگیری میکند یا که امکانات دارد، امکانات تکنیکی، کادری، زمینه های بنیادیش برای تشکیل و رساندن کمک یاری رسان ریپرودکتیوی است، باز چی نمود خدمت رسانه رو شما برای مردم پیشنهاد میکنید؟ با معلومات شما میرسانم که در مرکز طبی نسل، خودی مرکز طبی نسل از یک چند بخش عبارت است. یکی بخش مشورتی هم با زنان، با هم با مردم، با هم با آیله ها سر کرده از کودک خردسال تا یک انسانی سال خورده تمامی نمود خدمت رسانی ها رو پیشنهاد میکنه. یعنی متخصصان ما که زیاده از 12 متخصص هم اکوشر گینیکولوگ و ریپرودکتولوگ و اورولوگ و اندرولوگ و پسیخولوگ و ریانیماتولوگ و اندوکرینولوگ و کاردیولوگ در اینجا کار میکنند، بسیار خدمت رسانی های گوناگون جبهه را برای مردم پیشنهاد میکنند. اما سترجن اساسی همه خدمت رسانی های ما سر این مسئله نابروری است، سر این مسئله تولد فرزند است. ما در برابر این همین زنان را چی به مسئله های بیماری های زنانه، چی به مسئله های بیماری هایی که با گردنه بچه دان وابستگی دارد، مثلا چی پرابلم هایی که با دوره های تشکلیابی قابلیت نسل آفری، بعدا آن بیماری هایی که در دوام همین سالمی ریپرودکتیو در سن سالی فعالیت ریپرودکتیو انسان میتوانند با وجود بیاید، سر این مسئله ها کار میکنیم. اینچنین با دوره پوبرتت و فرتیلیتی اکتیویتی یعنی که سن سالی فعال ریپرودکتیوی، اینچنین ما با مسئله های سن سالی کلان ریپرودکتیوی نیست مشغول هستیم و خدمت رسانی میکنیم. یعنی هر یک زن در سلامتی سالمی ریپرودکتیوی خودش، در سلامتی نسل آفری خودش، در سلامتی همه عضوها و سیستم زنانه خودش اگر مشکلات دارد، او میتواند به این مرکز مراجعه کند و از خدمت رسانی های ما برخوردار شود. ما در برابر همون برنامه های اکو اینچنین برنامه عملیات های جراحی پلاستیکی میکنیم، ما عملیات های جراحی برقرارسازی سالمی ریپرودکتیو میکنیم، ما عملیات های استریلیزیشن کردن نیشه های تخمگذار میکنیم، ما عملیات های اندوید جراحی و گیستروسکوپی میکنیم. یعنی تمام مشکلاتی که در سلامتی زن و سلامتی زن وابستگی دارد، ما همه رو تشخیص، تبابت، معالجه میکنیم و به نظارت میگیریم و روند برقرارسازی آن را تا آن دوره که نیاز است، ضرورت است، ما پیگیری میکنیم. در برابر این همه مسئله هایی که به نسل آفری سلامتی مرد وابستگی دارد، ما سر این مسئله سر کار میگیریم. اورولوگ اندرولوگ های ما سر مسئله قابلیت نسل آفری، قابلیت شهوانی مرد کار میکنند. این و بخشی که مشورتی یعنی کمک امبولاتوری داخل داره. در برابر این ما استاسنر داریم که در تمامی این استاسنر عملیات های معمولی چی در زن چی در مرد میگذرانه، عملیات های جراحی، عملیات های اندوویدیو جراحی، عملیات های معمولی جراحی،
در سلامتی زن، سلامتی رپرودکتیوی زن اینا را پیاده میکنیم و این عملیات ها از دست ما میآیند و ما بسیار در یک سطح و صفتی بلند امین انجام داده میتوانیم. بسیار عملیات 80-85% عملیات های جراحی ما از طریق اندوویدیو جراحی انجام داده میشود و تنها یک یا دو روز بیماران بستری میشوند و با دلیل اون که این تکنولوژی بسیار یک تکنولوژی معاصر است، ضرورت خواب کردن 10-15 روز در کلینیک از بین می رود. یعنی که مردم می توانند بیایند، اما بیماری هایی که در 10 سال های پیش می کردن انجام می دادن و برای این بیماری یک روز دو روز سه روز پیش خوب می کردن، بعد با یک 10 روز دیگر بیمار را در کلینیک نگاه می داشتن. امروز همگی یک روز ضرورت است که در کلینیک خوب کنی، همو حجم جراحی را انجام دادن، همو پاتولوژی را از میان بردن، ما بیمار را چی جواب دهیم و دیگر باقی مانده کمک طبی و کمک خدمت‌رسانی طبی را در سطح امبولاتوری بگیرد. در برابر این در مرکز ما بسیار یک لابراتوری آزمایشگاه، لابراتوری کلینیکی بیوخیمیایی، ایمونوفرمنتی، PCR لابراتوری عمل میکند که تمام نمود معاینه های کلینیکی و بیوخیمیایی و ایمونوفرمنتی و ریاکسی پلیمرزه زنجیروی ما عملی میکنیم. یعنی که تمام اینفکسیون فون استریاتی انسان را میبینیم، تمام اونکومرکر را میبینیم، تمام امون نشاندات های کلینیکی بیوخیمیایی وجود انسان را میبینیم، چی درمانی که در وجود انسان دارد ما تشخیص میکنیم. و اما در عمومیت فعالیت ما روان کرده شده است با آن گرمان هایی که تشخیص آن گرمان ها به نظام در آوردن، کریکشن کردن آن گرمان هایی که به قابلیت نسل آفری انسان مداخله میکنن یا دخل دارن. در برابر این در مرکز ما یک بخش فیزیوتراپیستی هست، بسیار تجهیزات های موثر سر کرده، الکتروفورز تا ازونوتراپی و تا لازر نی لیفتینگ و تا مکانیزم ویبراسیون لیفتینگ و تا بیومگنیتی مساژ و دیگر نمودهای فیزیوتراپیستی همش روانه کرده شده است برای برقرار کردن قابلیت نسل آفری، برای برقرار کردن قابلیت شهامانی مرد زن. این برای هر یک انسانی که در دوامی زندگیش با صدها دلیل، با صدها مشکلات روبرو می شوند و در 70-80% حالات هم آدم های ما هم مشکلات حتی به آدمی نزدیکترین خودش نمیگه، اما این مشکلات رو دارن آدم ها و بنابر همین حتما باید مراجعه کنن به طبیبان، درد و پرابلم خودشون رو بگن و این مشکلات خودشون رو رفع کنن. من همین مرکزی یا بخش فیزیوتراپیستی ما برای برقرار کردن سلامتی انسان سر کرده از حالت روح و روانی تا قابلیت شهوانی و نسل آفری انسان روانه کرده شده است، میتونن از این بخش ما استفاده برن. اینچنین ما یک بخش کلونی امبریولوژی داریم که در آنجا میتوانیم نه تنها برنامه اکو کنیم، یعنی که تخم جراحی زن و مرد در شرایط لابراتوری به همدیگر آمیخته کنیم، باردار کنیم، رشد جنین را تامین کنیم و بعد از 3 روزه و 5 روزه شدن جنین اون رو به رحم مادر یعنی بچه‌دان زن بگذارونیم. نه، در برابر اون ما میتوانیم هم تخم مرد، هم تخم زن، هم جنین، هم بافته های سیستم رپرودکتیو انسان رو کریوکنسرواسیون کنیم. عین زمان در تاجیکستان این یگانه است، یعنی که لابراتوری امبریالوگی ما بخش کریوکنسرواسیون، لابراتوری کریوکنسرواسیون کنونی حجره ها و بافته های رپرودکتیو انسان در عین زمان در تاجیکستان هم تو ندارد و این هم می توانیم قدرت توانایی همون پتانسیل تکنیکی مون هست که هر یک انسانی که نیاز دارد، ضرورت دارد با اون که یا تخم جراحیش یا که بافته های سیستم رپرودکتیو شه با این و یا آن دلیل اگر کریوکنسرواسیون کنند می توانند از امکانات های تکنیکی این لابراتوری استفاده برند. در برابر این عین زمان ما در زمینه بنیادی مرکز طبی نسل یک مرکز برقرار سازی در عرفه ساختمان و انجام یابی است، در عرفه انجام یابی ساختمان ادامه داره، در عرفه انجام یابی است و اگر ما همین مرکز برقرار سازی را تا با آخر با آن شکل و نمود و امکاناتی که من آرزو دارم، من میخواهم برای مردم خودم بکنم،
اگر بشود من با صد باوری کامل گفته میتونم که همتایش در دشمی نمیشود. بسیار در سطح بلند، بسیار یک تکنولوژی موثر، چه از کوریا، چه از چین، چه از آلمان، چه از دیگر دولت های دنیا، روسیه و دیگر تجهیزات های میوین که من استفاده بری اون به یکان شک میتواند قابلیت نسل آفری انسان را بهتر و یا برقرار کند. و سوال دیگر، سلام علیکم دکتر شمسدین قربان، مولجه ایکو چند روز دوام میکنند؟ خودی برنامه ایکو مهمتر از آن نیست که برنامه آینه و تشخیص باشد، اینو برای این برنامه های آماده کردنی زن و شوهر برای برنامه ایکو یک ماه دوام میکند، یعنی فرصت یک ماه رو میگیرد، یعنی در روزهای سهم، چهارم یا پنجم اولی روزهای حیزبینی زن میوین معاینه رو آغاز میکنند دوام یک روز روز، بعدا در هفدهم هجدهم روزی سیکل حیزبینی زن با میوین تکرارن، یعنی که سه چهار مراتبه در دوام ماه میوین بعضی از تشخیصات هم میگذرن و بعدا خودی برنامه وقتی که آغاز میشود از روزی دیمی به نماز شوی سیکل حیزبینی زن این برنامه آغاز میشود، دوام 21 روز دوام میکنند، یعنی که در عمومیت از آغاز معاینه و تشخیصات تا تطبیق برنامه ایکو دو ماه نه کمتر از دو ماه وقت ضرورت دارد. بنابر همین سخن درباره اون میرود که برای ما مهمتر خودی بر تطبیق برنامه نیست، برای ما مهمتر آماده کردن زمینه، به خاطری چه؟ به خاطری اون که برنامه ایکو وقتی تطبیق کرده میشود نتیجه دلخواه دارد. باز یک بار دیگر از شما استوری سپاس میکنم و بسیار برادروار خواهش میکنم که در دوام هفته نوین، هفته جدید، برای شما روزگاری خوش، اقبال و آبرو، ایدی ماه شریف رمضان، ایدی فطر مبارکتون باشه و در برابر این از ما فراموش نکنید، یعنی که سوالای خودتون رو مطرح کنید و تا اینکه در آخری هفته آینده من بتوانم در اساس این سوال های داده شما برای شما جواب گردانم.